امسال هم آیفون 6S در جریان مراسمی که مثل هر سال در شهر سان فرانسیسکو برگزار می شود معرفی شد. انتظارات از اپل آنقدر بالا رفته که حالا با معرفی آیفون جدید همه انتظار یک معجزه از این شرکت دارند. اپل هر سال تمام نوآوری‌ها و نتیجه زحمات یک ساله گروه توسعه گوشی‌اش را در کنفرانسی معرفی می‌کند. از اونجایی که اپل هیچ تغییری در طراحی کلی این محصول با نسل قبلیش نداده، بزرگترین تغییرات در آیفون جدید آنقدر هم به چشم نمی‌آید. نمایشگری با فناوری لمسی جدید، استفاده از آلیاژ مقاومتر برای ساخت بدنه، سیستم عاملی از نو طراحی شده با قابلیت خارق‌العاده، دوربین‌های بهتر با قابلیت‌های جدید و حتی حسگر اثر انگشت سریع‌تر و دقیق‌تر از تغییرات آیفون جدید در مقایسه با نسل قبلیش هستند. اپل آنقدر در ساخت گوشی جدیدش حوصله و نوآوری به خرج داده که توجه هر کسی را به سوی آیفون جدید جلب می‌کند. اگر قصد خرید یا آپدیت به جدیدترین آیفون را دارید، دیدن این ویدیو را از دست ندهید. صفحه نمایش. جذابترین و بزرگترین تغییر آیفون 6S در مقایسه با نسل قبلیش را میتوان در بخش نمایشگر آن مشاهده کرد. اپل برخلاف بسیاری از شرکت‌ها که سعی دارند با افزودن به تعداد پیکسل‌ها و یا تغییر در نوع نمایشگرشان نوآوری در گوشی محبوبشان ایجاد کنند، نمایشگر گوشی را به یک فناوری جدید با نام لمس سه‌بعدی مجهز کرد. سازوکار فناوری لمس سه‌بعدی به گونه‌ای است که با تشخیص میزان فشار وارد آمده به نمایشگر، عملکردهای مختلفی را در گوشی انجام می‌دهد. برای مثال با استفاده از فناوری لمس سه‌بعدی می‌توانید با فشار آوردن روی آیکون برنامه‌های مختلف به میانبرهای داخل برنامه دسترسی مستقیم داشته باشید. همچنین در گالری و برنامه‌های ایمیل یا پیام کوتاه هم می‌توانید پیش‌نمایشی از تصاویر یا لینک‌ها را قبل از باز کردنشان در برنامه مخصوصشان ببینید. اپل از این فناوری برای خلاقیت بیشتر در بخش تصاویر پس زمینه هم کمک گرفته است. با انتخاب تصاویر زنده و با استفاده از فناوری لمس سه‌بعدی میتوان این تصاویر را به حرکت درآورد. با فناوری لمس سه‌بعدی حالا آیفون نه تنها به هر لمس شما حساس است، بلکه به میزان فشار وارد شده به نمایشگر هم عکس‌العمل نشان می‌دهد. اگر کلید مربوط به این فناوری را در بخش تنظیمات روی حالت خاموش قرار دهیم، نمایشگر آیفون 6S دیگر هیچ تغییری نسبت به نسل قبلیش ندارد. نمایشگری 4.7 اینچی از نوع LCD با فناوری IPS و تراکم 326 پیکسل بر هر اینچ برای آیفون جدید در نظر گرفته شده است. این دقیقاً همان نمایشگر آیفون 6 است که در جدیدترین آیفون شرکت اپل هم استفاده شده است. این نمایشگر که با نام تجاری رتینا شناخته می شود، با پوششی از شیشه مقاوم شده به وسیله یون در کنار پوششی مقاوم در برابر آب، عرق و اثر انگشت محافظت می شود. طراحی و ساخت. بعد از حرف و حدیث‌های فراوان در مورد خم شدن آیفون 6 پلاس، اپل در تولید سری جدید آیفون‌هایش از آلومینیومی آلیاژی استفاده کرده است. آلومینیوم سری 7000 که قبل‌تر در ساخت ساعت اپل استفاده شده بود، حالا به آیفون هم آمده است. این آلومینیوم در ظاهر هیچ تفاوتی با سری قبلیش ندارد، اما در ساخت این آلومینیوم آلیاژهای مس، منیزیم، منگنز، سیلیکون، قل و روی به کار رفته است. این آلومینیوم علاوه بر اینکه در مقابل خط و خش مقاومت بالایی دارد، در مقایسه با آلومینیوم واقعی 60% هم مقاومت بیشتری دارد. جالب است بدانید از نظر وزنی این آلومینیوم وزنی مشابه آلومینیوم استفاده شده در آیفون نسل قبلی دارد. آیفون جدید با توجه به استفاده از این آلومینیوم 138x67 میلیمتر اندازه دارد. همچنین نزدیک به 143 گرم وزن و 7.1 میلیمتر هم ضخامت دارد. برخلاف چیزی که تصور می‌شد، اضافه وزن آیفون جدید به خاطر استفاده از آلومینیوم سری 7000 نیست،
بلکه فناوری جدید لمس سه‌بعدی و موتور ضربه و لمس باعث ایجاد این تغییر در وزن و اندازه در مقایسه با آیفون 6 شده است. طراحی و ظاهر آیفون جدید دقیقاً شبیه به نسل قبلیش است. اگر به دنبال تفاوت این دو گوشی هستید، تنها یک حرف S که در درون مربع زیر برند تجاری آیفون روی قاب پشت قرار گرفته میتواند وجه تمایز آیفون 6S با نسل قبلیش باشد. باید گفت که یک سال از عمر این طراحی میگذرد و انتظار میرفت تا اپل تغییرات کوچکی مثل تغییر در طراحی دوربینی که از بدنه پشت بیرون زده داشته باشد. دوربین بیرون زده از قاب پشتی و نوارهای پلاستیکی آنتن‌دهی همگی در زشت کردن ظاهر گوشی دست به دست هم دادند. البته یکی از تغییرات مهم در این گوشی عرضه آیفون با رنگ جدید رزگل یا همون صورتی است. این رنگ جدید میتواند توجه بانوان و جوانان را به سوی خود جلب کند. آیفون رزگل در کنار رنگهای قدیمی طلایی، خاکستری و نقره‌ای حالا برای علاقه‌مندان قابل انتخاب است. دوربین. بعد از 4 نسل استفاده از دوربین‌هایی با سنسور 8 مگاپیکسلی، حالا آیفون 6S دوربینی با سنسور 12 مگاپیکسل دارد. این سنسور دریچه دیافراگم F2.2 دارد که در مقایسه با نسل قبلی تغییری نداشته است. احتمالاً سایز سنسور هم تغییری نداشته است. همچنین این سنسور میتواند تصاویری با پیکسل‌های به اندازه 1.22 میکرون متر ثبت کند که در مقایسه با نسل قبلی کوچکتر شدند. اپل میتوانست مثل سایر رقبا در کنار افزودن به تعداد پیکسل‌های تصاویر از دریچه دیافراگم گشوده تری برای ثبت تصاویر بهتر بهره ببرد. علاوه بر این و برای اولین بار در گوشی‌های ساخت اپل میتوان با آیفون 6S ویدیوهایی با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه و صدای استریو ضبط کرد. تنها تفاوت در تنظیمات را میتوان فیلم برداری 4K دانست که امکان انتخاب آن در بخش تنظیمات اصلی گوشی وجود دارد. البته نباید از کنار قابلیت جدید تصاویر زنده ساده گذشت. در این حالت آیفون در شرایط قرار میگیرد که چند ثانیه قبل و بعد از ثبت تصویر را در حافظه خود ثبت میکند. بعد از ثبت تصاویر از سوژه مورد نظر، آیفون از این چند ثانیه یک فایل گیف تولید میکند که اپل آن را تصاویر زنده نامگذاری کرده است. از موارد جدید دیگری که در این گوشی گنجانده شده است، میتوان به فیلم برداری با رزولوشن فول HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه اشاره کرد. تصاویر پانوراما هم پیشرفت قابل توجهی داشتند و حالا میتوانید تصاویر پانورامایی ثبت کنید که نزدیک به 63 مگابایت حجم دارند. به جرات میتوان گفت که کیفیت تصاویر آنطور که باید و شاید بهتر از نسل قبلی نیستند. اما شفافیت، کنتراست و تراز سفیدی مثال زدنی در تصاویر این گوشی مشاهده میشود. همچنین حد و مرز رنگ‌ها در آنها حفظ شدند. اپل برای دوربین سلفی هم کمکاری نکرده و بعد از سنسور 1.2 مگاپیکسلی حالا سنسوری 5 مگاپیکسلی برای دوربین سلفی آیفون جدید در نظر گرفته است. البته حالت تصاویر زنده و ضبط ویدیویی با رزولوشن فول HD هم برای این دوربین وجود دارند. برای محیط‌های کم نور هم نمایشگر گوشی نقش فلش را بازی می‌کند و با فناوری که اپل آن را رتینا فلش نامیده، با توجه به تراز سفیدی محیط، نور کافی و مناسب برای ثبت تصاویر با شفافیت مطلوب را تولید می‌کند. سخت افزار، سیستم عامل و کارایی. تراشه قدرتمند و 64 بیتی با سبک و سیاق نامگذاری اپل برای آیفون 6S در نظر گرفته شده است. این تراشه نسل سومی از سری تراشه‌های ساخت اپل با اسم کد سایکلون 3 است که A9 نام گرفته است. روی این تراشه دو هسته پردازنده با فرکانس 1.8 گیگاهرتز با معماری آرم نسخه 8 قرار گرفتند. همچنین این تراشه بر پایه معماری 14 نانومتری ساخته شده و فوق‌العاده کم مصرف می‌باشد. در کنار این دو هسته پردازنده، پردازنده گرافیکی پاور وی آر جی تی 7600 هم حضور پررنگی دارد. در آزمون‌های انجام شده مشخص شد که قدرت پردازشی این پردازنده بالاتر از آدرنو 430 و انویدیا تگرا کیوان است.
همچنین 2 گیگابایت رم از نوع LPDDR4 ساخت شرکت سامسونگ برای آیفون 6S در نظر گرفته شده است. البته پردازنده حرکتی اختصاصی اپل با نام M9 هم روی این تراشه قرار دارد. وظیفه پردازنده کمکی M9 پردازش تکانه‌های حرکتی آیفون 6S در کنار رمزگذاری و رمزگشایی ویدیوهای 4K جدید است. همچنین این گوشی در همان ظرفیت‌های 16، 64 و 128 گیگابایتی به بازار عرضه شده است. تراشه این حافظه‌های داخلی هم ساخت شرکت توشیبا هستند. استفاده از قفل‌های امنیتی بیومتریک که بعد از آیفون 5S در گوشی‌های شرکت دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته است، حالا با سرعت و دقت بیشتری می‌تواند قفل گوشی شما را باز کند. این حسگر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و کارآمدتر شده است. حسگر اثر انگشت در آیفون 6S می‌تواند امنیت کامل را به آیفون بیاورد. تشخیص تا 5 انگشت کاربر در کسری از ثانیه از قابلیت‌های حسگر جدید است. باتری با ظرفیت 1715 میلی آمپر ساعت برای آیفون 6S در نظر گرفته شده است. اپل ادعا کرده حتی با توجه به کاسته شدن از ظرفیت این باتری همان زمان و بازدهی قبلی را خواهد داشت. بعد از آزمون‌های انجام شده از این باتری مشخص شد که ادعای اپل درست است. این باتری می‌تواند با استفاده مداوم تا 8 ساعت تأمین کننده انرژی آیفون جدید باشد. در بسیاری از آزمون‌ها از سخت افزار این گوشی و هنگام شارژ شدنش گرم شدن بیش از حد این گوشی می‌تواند کمی نگران کننده باشد. قسمت بالای گوشی یعنی تقریبا جایی زیر دوربین گوشی در این مواقع بسیار گرم می‌شود. با توجه به برد اصلی آیفون 6S این گرم شدن می‌تواند از باتری این گوشی و بخش تغذیه باشد و ارتباطی به تراشه اصلی آن ندارد. اپل سیستم عامل خود موسوم به iOS را برای این گوشی از ابتدا کد نویسی کرده است. این تغییر باعث شده تا حجم سیستم عامل در نسخه جدید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند. برنامه پیش‌فرض جدید به نام نیوز برای خواندن اخبار روزانه به این نسخه اضافه شده است. از دیگر قابلیت‌های جدید می‌توان به کاربردی شدن برنامه نوت، امنیت بیشتر با پین کد‌های 6 رقمی، حالت لو پاور مود و همچنین بهبود عملکرد سیری اشاره کرد. جمع‌بندی ارزش خرید در مقابل قیمت میتوان سوال مهم کسانی باشد که میخواهند گوشی آیفونشان را به مدل جدید به روز رسانی کنند. البته گذشتن از رنگ روزگل کمی سخت است، اما اگر ظاهر را فراموش کنیم تراشه جدید و قدرتمند A9 لمس سه‌بعدی، بدنه ای که از آلومینیوم سری 7000 ساخته شده، حسگر اثر انگشت سریع‌تر، دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی و سلفی 5 مگاپیکسلی و امکان ضبط ویدیوهای 4K از تغییرات آیفون جدید در مقایسه با نسل قبلیش هستند. البته این فناوری‌های جدید وزنی 143 گرمی را برای آیفون 6S به همراه آوردند که یکی از نقاط ضعف آن به حساب می‌آید. البته در کنار این وزن زیاد، گرم شدن بیش از حد آیفون 6S هم میتوان نگران کننده باشد. اگر در یک کفه ترازو قابلیت جدید آیفون 6S را قرار دهیم و در کفه دیگر قیمت بالای این محصول لوکس را بگذاریم، باید دید هر کس از چه نگاهی به این آپدیت نگاه میکند. پس قضاوت در مورد ارزش خرید و قیمت را به عهده بیننده این ویدیو میگذاریم.